28مین روز مهر ماه برابر با 20 اکتبر سال 1326 خورشیدی برابر با 1947 میلادی، تصویب طرح و رنگ پرچم سازمان ملل متحد. پس از تأسیس سازمان ملل متحد، بحث درباره انتخاب پرچم این سازمان مطرح شد. در نهایت بیرق رسمی سازمان ملل متحد که در حقیقت یک پرچم بین المللی است به تصویب رسید. این پرچم دارای زمینه آبی آسمانی بوده و آرم سازمان ملل متحد با رنگ سفید در وسط آن قرار گرفته است. سال 1371 خورشیدی برابر با 1992 میلادی، در گذشت اسماعیل ارحام صدر از پیشکسوتان عرصه تئاتر که در شهر اصفهان دیده به جهان گشود و از دهه 30 طراحی صحنه نمایش‌های بسیاری را در اصفهان و تهران بر عهده داشته است. او پس از چند سال کار در تئاتر سپاهان به تهران می‌آید و در تئاتر فردوسی مشغول به کار می‌شود. ارحام صد در این سالها با گرم سیری، حالتی، فکری و استپانیان همکاری می‌کرد. بعد از آن به گروه هنر ملی می‌پیوندد و طراحی صحنه مرده‌خورها و محلل به کارگردانی عباس جوانمرد و افعی طلایی و بلبل سرگشته به کارگردانی علی نصیریان همکاری می‌کند. ارحام صد سرانجام در سن 85 سالگی در بیمارستان قلب شهید رجایی در اثر ایست قلبی دار فانی را ودا می‌گوید. سال 1391 خورشیدی برابر با 2011 میلادی، کشته شدن معمر قذافی رهبر سابق لیبی. سرهنگ معمر محمد القذافی که با کودتای آرام حکومت محمد ادریس السنوسی پادشاه وقت لیبی را سرنگون ساخت، پس از کودتا سیستم حکومتی لیبی را بر اساس ترکیبی از سوسیالیسم و اسلام طراحی کرده و خود رهبر لیبی شد. حکومت طولانی مدت سرهنگ قذافی یکی از طولانی ترین دوره‌های زمامداری در طول تاریخ بود. قذافی بر پایه فلسفه سیاسی و ملی گرایانه‌ای که در کتاب سبز تشریح کرد، نام جمهوری عربی لیبی را به جماهیریه عربی سوسیالیستی خلق عظیم لیبی تغییر داد و لقب نخست وزیر را کنار گذاشت و از آن پس برادر رهبر و یا راهنمای انقلاب سوسیالیستی لیبی را بر خود گذاشت. قذافی از حامیان شرکت اوپک بود که تور پان آفریکن برای ایالات متحده آفریقا را رهبری کرد. پس از بمباران لیبی در سال 1986 میلادی و تحریم‌های اقتصادی بر ضد این کشور از سوی سازمان ملل، تغییراتی در رفتار لیبی صورت گرفت. این تغییرات عبارتند از برقراری روابط اقتصادی و همکاری‌های امنیتی نزدیک با غرب، همکاری و شرکت در بررسی پرونده حمایت لیبی از تروریسم، پرداخت غرامت به بازماندگان حوادث تروریستی لیبی، کنار نهادن برنامه دستیابی به سلاح هسته‌ای. مجموعه این تغییر رفتارها منجر به برداشته شدن تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه لیبی شد. معمر قذافی چندی بعد به عنوان رئیس دوره‌ای اتحادیه آفریقا انتخاب شد.